28 ژانویه در تاریخ فعالیت‌های فضایی آمریکا روز تلخی است، روزی که فضاپیمای چالنجر لحظاتی پس از پرتاب در آسمان منفجر شد. همکارم اشکان سلطانی گزارش می‌دهد. سی و پنج سال قبل در 28 ماه ژانویه سال 1986 میلادی در پی انفجار فضاپیمای آمریکایی موسوم به چالنجر، تنها 73 ثانیه پس از پرتاب 7 فضانورد سرنشین آن جان باختند. یکی از قربانیان خانم کریستا مک‌آلف آموزگار مدرسه بود. پیش از آن در ماه ژوئیه 1985 جورج بوش پدر، معاون وقت ریاست جمهوری آمریکا، خانم مک‌آلیف فروتن و سرشار از شادمانی را به شهروندان کشور معرفی کرده بود. فضاپیمای چالنجر پس از پرتاب از پایگاه کیپ کاناورال در ایالت فلوریدا در جهنمی از شعله‌های آتش و ستون‌های دود بر فراز آب‌های اقیانوس اطلس از هم گسست. افزون بر بانوی آموزگار مایکل اسمیت، خلبان فضاپیما جودیت رزنیک، دیک سکوبی، رونالد مکنر، الیسون اونیزوکا و گرگوری جارویس جان خود را از دست دادند. در همان شب سانحه رونالد ریگان رئیس جمهوری وقت از طریق تلویزیون تلاش کرد به کشور آرامش بخشد. دلیل انفجار چندین ماه بعد مشخص شد، اینکه زنجیره‌های تعبیه شده بین بخش‌های حاوی سوخت فضاپیما از کار افتاد و موجب نشت در راکت پرتاب سمت راست شد. شماری از کارکنان ناسا پیش از آن هشدار داده بودند که امکان دارد زنجیره‌ها در هوای سرد حالت شکننده پیدا کنند. بنا به گزارش‌ها ناسا در آن زمان زیر فشار بود تا برنامه بلند پروازانه پرتاب فضاپیماهایش را اجرا کند و در نتیجه احتمال از هم گسستن زنجیره‌ها را کم اهمیت قلمداد کرد.